میگم از همون لحظه اول داری ضبط میکنی. کوتاه دوربین من اینو کار. گذاشته بودم یادم نره. خاله علیکی سلام، چطوری؟ خوبی؟ عالی، انقدر اونم عکستون چجوری بودن؟ طبیعیه و با آدم داره میخنده، فکر کردم خودتون نشستین جلوی راستی بزنم چجوریه؟ آها، خودم اینقدر توجه نمی کنه. خب چه خبر؟ اوضاع احوال چطوره؟ خوبه خوبه، مثل همیشه. من تنها گلهی که دارم ولی کاری هم واسش نمی کنم اینه که زندگی شلوغه دیگه، ولی that's okay. میدونی آدم هر چقدر که همینطوری جلوتر میره دقدقه هاش بیشتر میشه. اینجا اگه بخوایم که زندگی ساده ای داشته باشیم، خب بعد اون دقدقه ها رو کنار بذاریم. بله، بعدش هم به نظر میرسه. جسارتا آدم، نه شما، همه اینجوری نیست. اوه مرسی. نه، واقعیت اینه که هممون دقدقه همون بیشتر بشه، مسئولیت ها و کارمون آره بیشتر بشه. بیشتر میشه، آره درد سرا بیشتر میشه. آره دکتر لاله عزیز و نازنینم، میخواین تو چند خط خودتو، هر چند خطی دلتون بخواد اول خودتو رو معرفی کنی؟ اوکی نیست که شما رو نشناسه ولی حالا از شروع شد در واقع. خب اما رفتیم. من رفتیم ماده. من لاله مهرات هستم و دکترای روانشناسی بالینی دارم و خیلی جالبه که بگم وقتی که دارم کار میکنم مطلقاً هیچ چیزی مانعم نیست و تمام فکر و ذهنم توی کاری که میکنم، یعنی واقعا زمان رو از دست میدم. برای همین یکی از جاهای خیلی خوبیه که هستم، یا جزو اون آدم های خیلی خوشبختی هستم که بله کارم با علاقم با پشنم با اونجایی که میخوام پول در بیارم همه اینا یکی هستش. برای همین انرژی اضافه ای نمیگیره از آدم. وقتی آدم کارش اونجاییه که دوست داره باشه، در واقع داره زندگی میکنه، کار دقیقا، اضافه نمیکنه. ماجرای شما همونی که از هر آنچه از قلب برایت بر قلب آدم های دیگه بشنه دل بر بیاد، مال شما همین، بر همین اقام محتواتون، یعنی اصلا مرسی. بلند چه میشه. خوب چه خوب، خوشحالم میشنوم، به خصوص وقتی از یه متخصص آدم میشنوه ارزشمندیش بیشتر میشه. مرسی. دیگه چی دارین از در مورد خودتون بگین؟ من دانشگاه تدریس میکنم، درسای مختلف میدم. مثلا نمیدونم، همین دیگه. درسای فکر میکنم دیگه اون خیلی مهم نباشه، ولی درسای مختلف تو دانشگاه میدم برای دوره دکترا، دانشجوی دوره دکترا رشته روانشناسی. Of course. در آره پادکست هم دارین؟ او بله، در مورد اون کارا دیگه. ببین هر جایی هر چیزی که باشه، روزی که من خواستم، یعنی روزی که از ایران تصمیم گرفتم برای همیشه بیرون باشم، یا به هر حال به هر دلیلی مجبور شدم که این تصمیم رو بگیرم، فکر کردم اون چیزی رو که دارم در اختیار همه بذارم. و طبعا اونهایی که میتونن فارسی صحبت کنن، چون من توی فارسی خیلی قوی تر هستم تا زبانهای دیگه، برای همین به زبان فارسی همه محتویاتی که تولید میکنم برای این هست که بتونم کمکی کنم و تأثیری بذارم تو جامعه. خب یه بخش اصلی و اساسیشم اینه که خیلی از افراد هستن که براشون سخت مثلا مشاوره بگیرن، برای همین بعضی از این برنامه که تولید کردم یا اصلا در ابتدا گذاشتم به عنوان مشاوره هفتگی بود که اگر کسی نمیتونه بره مشاوره برای مثلا خودشناسی، نه برای موضوعات خیلی خاص، اگه برای خودشناسی نمیتونه بره مشاوره، بتونه از این طریق اطلاعات بیشتری رو بگیره و روی خودش کار بکنه. در نتیجه اگر کسی بتونه محتویات رو از قبل که هست همینطوری اومده به ترتیب انجام بده، حالا نه لزوما بره از اول شروع کنه، ولی معمولا بهتر اگه این کار بکنه، یک دو سه نداره، ولی هر کدوم از اینها حتی یه تمرین هم زیرش هست به عنوان اینکه این هفته اینو تمرین کنید. و این هدف من بوده وقتی اومدم. اولین کسی هم که اینستاگرام رو درست کرد و روی فیسبوک چیز رو درست کرد، فیسبوک کسی بود که دسترسی داشت به وبسایت خود من، ولی روی اینستاگرام از کسانی بود که از شاگردان بودن، آه. گذاشتن این رو و بعد هم خب
دیگه منم برشون محتویاتی که میدادم رو در واقع اوائلم اینطوری بود که بعد بچه‌هایی که زحمت کشیدن و اینو مدیریت کردن خیلی جالب بود. من تایپم و اینا خب طبعا خوب نبود و نمیتونستم، من میگفتم جمله ای رو بعد خودشون میرفتن تایپش میکردن انجامش رو من کافر میکردم و میذاشتن و دیگه بعد از مدتی دیگه دست شما خودم اومد. اومدم. اصلا ببین چیزی که دست من را افتاد این بود که از شاگرده قدیمیم در ایران به خصوص در دوران کرونا به من پیغام دادن که لاله وضعم خیلی خرابه و حالمون بده، لطفا کمک کن. و من یادم فکر میکنم اولین لایو هم هست، یک نفر من، خب حالا تو همه هم تنها بودیم دیگه، من نشسته بودم برام توضیح داده بودن چیکار کنم، ولی از اون طرف آنلاین بودن، من هر جا سوال داشتم که مثلا نمیدونم چیکار کنم به من میگفتن که چیکار کنم. اون موقع فکر میکنم آره اینستاگرام دیگه باید خیلی پیچیده باشه خرابکاری نکنم، ولی بعد دیگه یاد گرفتم و عمل کردم، دستم را افتاد. آره الان گفتید راجع به دوران کرونا صحبت کردی، خوب یه سوالی داشتم ازتون بپرسم، وقتی خیلی استراب دارین چی کار میکنی بر خود؟ ببین استراب و استرس دوتاست، من این دوتا رو با از هم تفکیک میکنم. خب استرس پیش درآمد استرابه، اگر متوجه بشیم که استرس داریم بتونیم کاری بکنیم براش اصلا به استراب نمیافتیم. یادمونم باشه که استراب جنبه ژنتیکی هم داره، یعنی یک چیزی هستش مثل اینکه چشم من ضعیفه، خب یعنی باید براش کاری بکنم، عینک بزنم. درش اگر که استرابی دارم که اون جنبه ژنتیکی رو داره، خوبه که بهش توجه بیشتر بکنم و مثلا دارو بگیرم، خب اگر که لازمه و پزشک تشخیص بده. اما تو مرحله استرس خیلی کارا میشه کرد که بتونیم نذاریم برسه به استراب. من بیشتر توی این مرحله مچ خودم میگیرم، ولی اذعان میکنم که یه مواردی هم هست که استراب هست. من تشخیص استراب هم دارم، یعنی میدونم که دارم، برای همین قرص هم میخورم. منتها ممکنه مثلا بگم در یک سال اخیر دو بار قرص خوردم، چون میتونم مدیریتش کنم قبل از اینکه به استراب برسه. اگر این کارو بکنیم میتونه خیلی کمک کنه. خب حالا من چه کار میکنم برای مدیریت استرس؟ بهترین کاری که میشه کرد ورزش، برای من خیلی کمکم میکنه. من حتما هفته یه بار رو کوه میرم، حالا قدیما میگفتیم کوه چون واقعا کوه بود، اینجا میگیم هایک چون تپه است، ولی خب به هر حال یک تپه نوردی طولانی، ولی کوه نورد حرفه‌ای بودم، برای همین خب میتونستم که این امکان رو داشتم با دوستان عزیزانی که بودن باهاشون خودش واقعا استرس را از بین میبرد، کافی بود فقط باهاشون باشی. حالا فکر کن توی طبیعت باشی، حالا فکر کن برای هفته ها و روزهای طولانی باشی، دیگه چه شود. در نتیجه اون موقع ها خب بیشتر مدیریت میشد تا الان، ولی از این نظر. ولی این یکی از برنامه هفتگی منه، من هر روز ورزش میرم، هر روز توی طبیعت پیاده روی رو میرم، به هر شکل، مثل دیروز که مثلا نرسیدم پیاده رویم رو بکنم، حتما ورزش ها میکنم. گاهی اوقات ساعت 10 شب مثل دیشب که 10 شب تازه شروع کردم به ورزش کردن، ولی نمیذارم که، یعنی هر روز برنامه هم هستش ورزش میکنم. کارهای دیگه هم هست که میشه انجام داد، مثلا باغبونی. این به من حال وقتی خیلی خیلی زیاد، بله خیلی زیاد، آره یه باغچه کوچولویی دارم، نه خیلی زیاد، ولی خب به هر حال گهگداری که اون تو هستم کارهایی میکنم، از اون علف چیدنه تا هرس کردن این چیزهایی که هست، گیاهایی که هست، همش کمک میکنه به اینکه حال بهتری رو پیدا کنم. مدیتیشن خیلی کمک بزرگی هست که حالا هم میشه مدیتیشن کرد، بشینیم واقعا و برای مدیتیشن کنیم. گاهی اوقات هم تمرین های مایندفولنس هست، وقتی من فرصت ندارم که بشینم و مدیتیشن کنم، سعی میکنم با حضور در لحظه کارامو بکنم. مثال میزنم، میخوام آشپزخونه رو تمیز کنم، خیلی سعی میکنم با حضور در لحظه باشه، کار دیگه ای نکنم، مثلا خیلی با دقت حواسم باشه الان دارم اینو برمیدارم، الان دارم اینو اینجا میذارم، الان دارم این کار میکنم. غذا درست کردن خیلی کمکم میکنه، البته خیلی نمیرسم، ولی اگه برسم خیلی دوست دارم. غذایی که از من بیشتر دوست دارین چیه که درست کنین؟ خب ببین من چون ویگن هستم،
یا به قول بعضی وگان هستم. خب طبعا سبزیجات همه چیز میدونی، ولی چی بگین درست کرد دوست عزیز؟ خوشمزه است. خیلی خیلی قیمه به من خیلی قیمه بح چی؟ قیمه خورشت قیمه وای 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 خورش قیمه. خب نوشه جانت، بدون خیلی گوگل خوب. میگن آره میدونم دوست نداری. میدونم. آره من یه دوستی دارم که خورش قیمه درست میکنه و فقط خورش قیمه اونو دوست دارم، همین. آره باید واقعا من معمولا خیلی معروفم به اینکه غذاهای فوری درست میکنم و غذاهام هم رنگ داره. به به یه دوست نقاش دارم که واقعا چشمم به دیدارشه و امیدوارم که به زودی ببینمش. این همیشه به من میگفت خب الان میبینم تعادل رنگی هست که غذای تو. و این کامنتی که در روز اول به من داد بیشتر منو مایندفول کرد نسبت به اینکه اوکی حواسم باشه رنگا در تعادل باشه. در اینکه تنظیم رنگا برام خیلی مهمه تو غذا، در اینکه اگه سبزیجاتی درست میکنم مثلا میتونه ترکیبی از رنگای مختلف باشه، یا اگر یه رنگ سبز هست حتما باید سبزش خوش رنگ باشه. یعنی مثلا یه موقعی اگر اشتباهی توی اونی که سبز مثلا یه ذره چغندرم اضافه میشه که رنگش رو قرمز یا بد رنگش میکنه دوست ندارم. خیلی جالبه که حتی تمایل به خوردنش ندارم. چقدر جالب. ببینید آره تعادل رنگش میدونید دیگه، ترکیب رنگ یعنی ترکیب ویتامین ها و مینرالاش مواد معدنیشه. چقدر جالب. بر رنگ خوش رنگ یعنی شما چیزی رو اوورلی کوک نکردید، زیادی نپختید. آره چقدر جالبه که بدنتون ناخودآگاه دیگه کاملا داره سعی میکنه آره سالم باشه. حالا آره خیلی دوست، راجع به دوست صحبت کردین، یه سوال دارم، اینا مال شما سا ما فقط و فقط ما آره. و عزیز گفتینم که قراره که سورپرایزم کنید، نه دوستانتون میدونن سورپرایز که میشنم. قرار من پرسیدم خب در مورد موضوع چه موضوعی میخوایی که با هم دیگه برنامه داشته باشیم. هیچی، هرچی که در مورد خودی هست میخوایم. تو کی هستی؟ دقیقا ما اوکی. همینجور میخواف سوالا ولی واقعا من دیگه انتظار غذا نداشتم، برای همین یه دفعه صبر کردم. عالیه، فوق خیلی العاده، جالبه. ببین خیلی غذا یه خوبه. قسمت بزرگ زندگی ماست و آدم ها خیلی دلشون بخواد بدونن. کسایی که مثلا محتواشون رو فالو میکنن، they're looking up to، بهشون مثلا با انقدر با احترام و ارزش دارن نگاه میکنن، اون آدم چجوری داره زندگی میکنه میدونین. حالا غذا یه چیز جالب رو بگم بهت، مثلا فکر می‌کنم بد نباشه. ببین من نوجوان بودم، نه نوجوانم نشده بودم، هنوز خیلی کوچیک بودم. صدای مکالمه دوست مامانم را که خیلی برای من عزیز بود با مامانم شنیدم که به مامانم گفت هلاله داره چاق میشه، حواست بهش باشه، به خصوص که ممکنه شبیه فلانی و فلانی بشه. فلانی و فلانی افرادی بودن که من اصلا تاییدشون نمی کردم، ولی خب بودن جزء خانواده و فامیل. برای همین من اینو شنیدم و خیلی خوبه که همش توجه بکنیم هممون واقعا. خب اون موقع که من خیلی سرم نمی شد چیزی، ولی این رو من شنیدم و وقتی که این رو شنیدم و می ترسم که شبیه اونا بشم، ناخودآگاه من غذا خوردنم کم شد، برنجم حذف شد. حالا اون موقع اصلا ما سوشال میدیا نداشتیم که در مورد این چیزا بدونیم و ببینیم، یا حتی تلویزیون و اینا اونقدر نبود. حتی نمیدونم، آره اون موقع تلویزیون بودش، ما اونجوری نبودش که حالا همه باید چه اصلا میگم برنامه ای نبود، یه ساعتی شروع میشد یه ساعتی تموم میشد، ما هم اجازه تلویزیون دیدن نداشتیم و اینا. خلاصه خیلی جالب بود که من ناخودآگاه مثلا برنج رو حذف کردم، نون رو حذف کردم، یا غذا رو تغییر دادم. یادمه که مثلا قرمه سبزی داشتیم، من فقط قرمه سبزی و ماست میخوردم، دیگه هیچی نمیخوردم. و خب من همیشه زیر وزن بودم و تا جایی که وقتی سنم بالاتر رفت، اطرافیانم وقتی صحبت میکردن که آخ بریم مثلا رژیم بگیریم و اینها، منم فکر میکردم باید برم رژیم بگیرم. یادمه که یک جایی بود، آره خیلی جالب بود، یه جایی بود که میگفتن یه چیزی میزنه روی گوش که مثلا اشتها کم میشه. بعد خب من اینو رفتم باهاشون زدن، دیدم خیلی مثلا اصلا هیچ چیزی نیستش، میزنه اصلا هیچ تغییری نمیکنه. خب اصلا انداختمش تو. ولی بعد رفتم پیش متخصص تغذیه و اولین بار بود که با یک حقیقت عجیبی مواجه شدم.
نه همیشه فکر میکنم خب خیلی لاغرم، ولی نمیدونستم که چرا. اونجا که رفتم به من گفتش که تو زیر وزن هستی، اومدی که رژیم لاغری بگیری، تو زیر وزن نرمال هستی، و رژیمی به من داد که وزنم رو ببره بالا. و اونجا بود که من متوجه شدم چقدر نظر اطرافیان داره تاثیر میذاره و چه خبره. اون زمان تشخیص دادم که من مشکل خوردن دارم، که الان بهش میگیم eating disorder. و اونجا متوجه شدم که چه اتفاقی برای بدنم افتاده، و از اون به بعد رابطه من با غذا تغییر کرد. در نتیجه به جای اینکه فقط بخوام خودم رو سیر نگه دارم که اذیت نشم، لذت بردم از غذا خوردن، نگاه هم به غذا عوض شد. و الان هیچ مشکلی که ندارم این که تازه بعضی از روزا به خودم، چون من خیلی سالم خورم کلا، ولی بعضی از روزا اگه بخوام مثلا توی زمانی هستم که شکر نمیخوام بخورم، حتما به خودم گهگداری اجازه میدم حالا بخوام یه ذره بخورم، اوکیه. حالا اینو میگم برای اینکه سعی میکنم هر ماه به خاطر اینکه مایندفول باشم به برنامه غذاییم، برای اینکه در لحظه حضور داشته باشم، یه چیزی رو کم میکنم، یه چیزی رو اضافه میکنم. میگم مثلا تو این ماه شکر رو کم میکنم یا نمیخورم شکر غیر طبیعی، یا اینکه مثلا این ماه اینترمیتنت فاستینگ میگیرم، میدونی، یا این ماه مثلا آبم رو به 4 لیتر میرسونم به جای 3 لیتر. میدونی، یه تغییرات اینجوری میدم که بتونم بیشتر حضور داشته باشم نسبت به اون چیزی که وارد بدنم میکنم. برای همین خب الان خیلی راحتم با این قضیه، ولی خواستم بگم برای اونهایی که این تجربه ایتینگ دیسوردر رو دارن، بدونن که یه جاهایی ممکنه یه کامنت کوچولوی اینجوری باعث بشه که ما به یک مشکل اساسی بیافتیم. در اینجا خیلی حواسمون باشه برای این کامنت هایی که جلوی بقیه میدیم یا در مورد بقیه میدیم بهشون. مرسی که گفتیم، خصوص برای بچه ها. من چند وقته مثلا این ور اون ور یا محتوا تو اینستاگرام زام یا تو پادکست هم صحبت میکنم که با بچه اینجوری، بعد خیلی به من میگن خب خدا شکر که ما نمیخوایم بچه داشتیم، خدا شکر که ما بچه نداریم. میگم ببین، مثلا فراموش کنین که چون من بچه ندارم پس میتونم سوت بزنم هرچی دلم بخواد بگم. تأثیری که تو روی بچه یه نفر میذاری خیلی وقتا بیشتر از تأثیری که مادر اون آدم میتونه روش بذاره. همین چیزی که شما داریم میگیم، مامانتون بهتون چیزی نگفته، دوست مامانتون داشته به مادرتون تازه گفته مواظبش باش، و منم این دیگه حالا به هر حال آره هیچ فرق نمیکنه. نه ببین، یه چیزی که الان دو سه دفعه شما راجع به دوستی گفتین، یه سوال دارم. اگه بخواین 3 تا ارزش بگید که باهاش دوستاتون انتخاب میکنین، اون 3 تا ارزش چیه؟ اولین چیزی که میتونم بگم احترام گذاشتن به حریمای من. و یکی حریم. و من همینطور، آره حریمه. و پذیرش من همینطوری که هستم. آی ترم خیلی موره. آره این دوتاست. و نکته بعدی این که قضاوت نکنه، که خب این برمیگرده به بخشی از اون قسمتی که منو بپذیره همونطور. ولی اگه بخوام حالا قسمت سوم رو بذارم جزو دومی و یکی دیگه بگم، مسئولیت خودش رو بپذیره. یعنی بدونه که من مشکلی ندارم، همه ما اشتباه میکنیم، و من اصلا اعتقادم اینه که باید اشتباه بکنیم تا یاد بگیریم و رشد کنیم. من اصلا با این قضیه مشکلی ندارم. مشکل من اونجایی هست که کسی میخواد قانعت کنه که تو اشتباه داری میکنی که فکر میکنی من اشتباه کردم. اون دیگه واقعا خدا وکیلی دوست شما نیست. نه نیست، ولی نمیدونن، چون ببین اون احساس عشق رو دارن، محبت رو دارن، ولی دارن منو غلط میکنن. درسته، یعنی دارن منو اشتباه میکنن. یه جورایی بهش میگه به اموشنال ابیوز تو روانشناسی. برای همین من معمولا این آدم ها رو خیلی هم بحث نمی کنم، سعی می کنم مثلا صحبت کنم بگم، ولی وقتی متوجه میشم که دائم دارم ثابت می کنم یه چیزی رو، رابطه رو قطع می کنم، تا بعد از مدتی بتونم این آدم رو همینطوری که هستم بپذیرم، یعنی همینطوری که هست بپذیرم، اون موقع ممکنه دوباره برگردم. که کاملا اوکی هم با این قضیه هم. یعنی چی؟ یعنی که اگه رابطه مسموم باشه که هست میکنم، یعنی اگه بخواد منو غلط کنه یعنی مسموم بده که پس هست میشه. ولی اگر جایی باشه که من ناراحت شدم
بر زمان میدم به خودم که حل کنم قضیه رو و بعد بر میگردم و دوباره ادامه میدم، منتها این دفعه حریمم رو بهتر میدونم، یعنی دیگه ممکنه دوست خیلی نزدیکم نباشه، تو دایره مثلا سومم قرار بگیره. آه این چیزی که الان شما گفتی میدونی کلید چقدر از سوالایی که آدم ها از من میپرسن، خیلی قشنگ خوب. یه سوال دارم، اصلا نگید نه باید میبود اینا، همه یکی رو داریم از الان بگم خط و نشونم بکشم. خب چی هست که اینقدر خط و نشون میخواد؟ اگه بتونید یه نفر رو، فقط یه نفر رو، با توجه به نالج امروزتون، دانش امروزتون، از مسیر زندگیتون کامل حذف کنین، کی خواهد؟ و چرا؟ یعنی آدم های زیادی هستن که دارم فکر میکنم بهم آسیب زدن، ولی حاضر نیستم هیچ کدومشون رو حذف کنم. میتونه آسیب هم میتونم چراش رو بگم؟ نه، ولی به هر حال اونهایی که، چون هر کدوم از اینا به دلیلی توی زندگی من اومدن، بر همین الان وقتی نگاه میکنم، حتی کسی که باعث شد مسیر زندگی من کاملا تغییر کنه و آسیبای خیلی زیادی ببینم، میدونی یا حاضر نیستم، ولی اگه بخوام حقیقتا این قدرت رو داشته باشم که اصلا تاریخ رو عوض کنم توی زندگی شخصی خودم، اگر میتونستم این حکومت رو عوض میکردم و حذفش میکردم. ممکن حالا نمیدونم تو دیگران خوشتون بیاد خوشتون نیاد از این کامنت من، فقط اینه، چون آسیبای بسیار زیادی رو به من رسونده و به جامعه رسونده و به فرهنگ ایرانی رسونده و خیلی از چیزا. اما از یه طرف حقیقت اینه که هنوز هم تا خیلی از آدم ها به این قضیه نرسن و آگاهی پیدا نکنن، خب تغییر نمیکنه. برای همین بهای خیلی زیادی دادیم برای اینکه یه آگاهی عمیقی رو بیاریم توی جامعه، ولی متاسفانه یه کسی مثل من بهای خیلی زیادی رو برای این قضیه داده بدونی که بخواد و به این قضیه کشیده شد، که واردش نمیشم، ولی به هر حال آسیب خیلی زیاد. مرسی. آره، ولی نه، هیچ فردی رو واقعا حس نمیکنم، افرادی که تو زندگی من بودن. آره اونم یه تیکه‌ایه که منم همونو حس میکردم. اکتوری شما قالیچه سلیمون اومد در خونتون الان، گفت بپرین روش، 24 ساعت فردا میشه 25 ساعت، یه ساعت بهتون اضافه میدیم. شما هم تو این یه ساعت میتونی سوار قالیچه شی، هر جا دلت بخواد بری، هر کار دلت بخواد بکنی، هر کی دوست داری ببینی، بزن بریم. کجا میری؟ میرم میراد. بگو سوهم از این سوالا چیه میپرسی؟ دقیقا کجا ایران میرفتیم؟ همه جاست به به، این از اون جایی که من دیگه اون قالیچه ای سلیمانی دیگه، اگه یه ساعته میخواد منو ببره ایران، یک ساعت میخواد همه رو ببینم، 5 دقیقه میتونم تمام ایران رو ببینم. احبا. من هر وقت کسی از من میپرسه کجایی هستی، میگم ایرانی، میگم نه میدونم، ولی کجای ایران هستی، میگم نه ایران، چون واقعا من شمال و جنوب و شرق و غرب همیشه هم بودم، هم زندگی کردم، همین که آدم های عزیزی رو دارم که اونجا هستن و خاطرات زیادی رو دارم، در نتیجه واقعا کل ایران. هیچ جایش نیست که بگم نبودم، هیچ جایش نیست که بگم تجربه نکردم، هیچ جایش نیست که بگم با آدماش مسئله دارم یا خاطره ندارم، یا میدونی همه جاش رو بودم. من الان هر چی بیشتر فکر کنم، اگه یکی یه روز از من بپرسه اگه دوست داشته باشی یه نفر رو یه روز بدزدی کیه، فکر کنم شما این که بذارم قشنگ گوش کن از این سوال. مرسی. آره سوالت خیلی خیلی، ولی من بردی همه جا، یعنی یه واقعا خیلی جالب بود برام، خیلی خیلی سوال تاثیرگذاری بود، شاید تقلب کنم ازت استفاده کنم توی کلاسام از این. آره، و چون خیلی جالب بود برای من، یه دفعه یک دریایی از خاطره رو باز کرد، ذره ذره تمام اون جاهایی که بودم، خاطراتی که دارم، همه چیز که اومد، اصلا خیلی جالب بود. حالا اگه من بخوام بپرسم یه چیز کوچولو که همیشه لبخند به لبتون میاره چیه؟
یکی از چیزهایی که همیشه لبخند به لبم میاره اگر بشنوم، زمانی که دانشجوام یا شاگردام در مورد موفقیتشون و در مورد تأثیری که گرفتم از زندگیشون تغییر دادم با هم شیر میکنم. حالا این میتونه شامل بچه ها من باشه، چون دیدن بچه ها من همیشه خب خیلی خوشحالم میکنه، ولی وقتی میگن که لاله مثلا ما این قضیه بود، یاد تو افتادیم اینطوری بود، یاد این خاطر افتادیم که اینجا اینطوری شد، اون هم همینطور. یعنی این بخشی که همیشه قدر دانش و معرفشیتش میکنم. آره، آدم تاثیرگذاری. راستی تاثیرگذارترین آدم زندگیتون کیه؟ ببین وقتی آدم فکر میکنه یعنی آدم های زیادی هستن. چرا؟ میتونی چون تو هر مقطعی، آره تو هر مقطعی آدم تغییر میکنه دیگه و فکرش عوض میشه، رشد میکنه اینها. من یادم، خب یکی رو بهت میگم، توی بچگی. آخ جون، آره توی بچگی ما موقع این شانس رو داشتیم که توی کتابای مدرسه ای ما چیزای خیلی خوب باشه که به ما انگیزه بده، خب، و یادگیریمون رو بالا ببره. یکی از اونها آلبرت شوایتزر بود. یادم اسم داستانی که تو کتاب فارسیمون میخوندیم در مورد آلبرت شوایتزر، پیانو در دل تاریکی، یه همچین اسمی بود داستانش. و داستان آلبرت شوایتزر بود که به عنوان یک پزشک سوئیسی میرفت آفریقا و در اون زمان و معالجه میکرد آدم رو اونجا میمون و عاشق پیانو بود. برای همین کاری که میکرد شبا تو دل جنگل که بود توی آفریقا پیانو میزد توی تاریکی و صدای پیانوش میپیچید توی اون جنگل. و همیشه برای من، آره، این یک آرزو بود که بتونم کاری بکنم. و کوچیکتر که بودم فکر میکردم برای آفریقا کاری بکنم، چون طبعا رول مدلم آلبرت شوایتزر بود که برنده جایزه صلح هم هستش، نوبل. ولی بعد خب دیدم نه، واقعا دغدغه من فقط این نیستش، برای کل جهان هستش و فکر میکنم که جهت خیلی خوبی بهم داده شد برای این. یکی این، یکی هم یه داستان دیگه هستش که یک جنگی بود و توی این جنگ، و خیلی جالبه برای من الگوهای اینجوری، توی این جنگ یک خانوم لباسش رو عوض میکرد، لباس مردانه میپوشید چون زنها اجازه نداشتن برن برای اون جنگ، و لباس مردانه میپوشید و با اون لباس مردانه و اسم مردانه که بر خودش گذاشته بود سوار اسب میشد و میرفت بیرون و میجنگید و بعدا متوجه شدن که این یک زنه. و همزمان فکر کن ژاندارک هم خب همین ویژگی رو داره، اونم سوار اسب میشد و میرفت. و برای من سمبل جنگجو هم همیشه عکس ژاندارک که روی زمانی که جنگجومو میخوام، آرکیتایپ جنگجومو صدا کنم، اونو میذارم روی موبایلم و میاد. آره دانش، اینها جزو چیزایی بودن که خب فکر میکنم برای من خیلی جهت زندگیم رو نقش دادن و برام کار کردن و جهت بهم دادن. ولی خب نمیتونم غافل بشم از اینکه آدمهایی مثلا مادرم که از 7 سالگی ما رو مینشوند کتابای تاریخ اینقدری رو بخونیم و خیلی کمک کرد به اینکه اطلاعاتمون خیلی زیاد بشه و عشق به کتاب داشته باشیم. ولی خب خیلی هم واسه بچه 7 ساله زیاد بود، ولی خب عشق به کتاب و خودش همیشه در یادگیری و آموختن هستش. یا پدرم که همیشه، هر ما از یه خانواده متوسط مالی بودیم، ولی همیشه چیزی که محدودیت نداشتیم برای خریدش کتاب بود. در نتیجه آموزش و تعلیم و تربیت و education خیلی توی خونه مطرح بود و خب نمیتونم بگم که این دو نفر این تأثیر رو نداشتن. یا تو سنین بزرگتریم، بزرگتر که شدم، دخترام هر دو، اینکه چطوری با تمام مشکلات تونستن کنار بیان، تونستن تروماها رو پشت سر بذارن. نمیگم که خلاص شدیم ازش، چون تروماها با ما هستش، همیشه داریم، فقط یاد میگیریم چیکار کنیم. ولی چطوری تونستن یاد بگیرن که زندگیشون رو بسازن و شهامت زندگی کردن داشته باشن و حرفشون رو بزنن و احساسشون رو بیان کنن و ارتباط سالم داشته باشن، اینا همه چیزایی که من هنوزم ازشون یاد میگیرم. و خب طبعا دوستانی که دور و برم هستن، هر کدومشون یه جوری به زندگیم کانتریبیوت کردن. واقعا یه چیزی رو بگم بهه سولماز جان، این که من تو زندگیم
خیلی افتادم زمین، خیلی زیاد، و همیشه این دایره دوستانی که داشتم و دارم همشون آدمایی هستن که زیر بغلم رو گرفتن تا پاشم. واقعا وایستادن برام. ببینید من الان تا شما دارین گریهاتون رو میکنین میخوام یه چیزی بهتون من تخصصم تو این کاره. ببینید من اینجا باید اینو یه چیزی هست برای مخاطبین و برای شما، من میخوام از شما تشکر کنم به خاطر اینی که دو بار شما در دو جایی که حتی من اونجوری درخواستم نکرده بودم، حتی یه دفعه اول اصلا درخواست نکردم، شما پریدی به وداد من رسیدی. یه بار یادتونه من شما با هم یه لایف داشتیم، قشنگ یادم اونجا نشسته بودم و تو اون لایف من حالم خیلی بد بود، نفسم بالا نمیمد، چون چند روز قبلش یکی از دوستای خیلی خوبم به روش خیلی وحشتناکی از دست داده بودم و شما بعدش به من مسیج دادی که سالماز تو چیه ماجرا، تو حالت خوب نبود، و بعد با من یه ساعت حرف زدی. یعنی میگم تنم نون میشه جزه جانه بزرگترین اجازه اونهایی که دوباره من جزه این از بزرگترین شک گذاری های من بود که ای خدای بزرگ من اصلا درخواست نکردم، من تو این حال دو روزه دارم بالبال میزنم و واقعا هیچ کس اصلا اصلا میدونی هیچ کس اینجوری من ندیده بود که شما دیدی، و اینقدر یعنی درست همون جایی که یعنی واقعا به نخ بند بودم، اینقدر حالم بد بود و داشتم میرفتم و شلوغی های زندگی رو باش درگیر بودم میرفتم جلو، خیلی به دادم رسید. و یکی بزرگترین چیز همین بود که الان گفتی دوستاتون میان دور برای شما هستن، زمین میخورید، هستن، بلند میشی، شما اون بودید اونجا برای من، با که ما فقط هم حال داشتیم، لکه انسان بودن رو به من نشون داد. خوشحالم، مرسی. اون یکم یه ماجره های جنبش مهسا پارسال که خیلی حالم بد بود، این دفعه خودم درخواست کمک کردم گفتم این جانب دارم به فنا شما هم تازه از سفر اومده بودین یادتون باشه، بعد خیلی روزگار سخت بود و همون مکالمه شبانه به داد من رسید، من ری رگولیت کرد، دوباره منو برگردوند. من بعد شما خیلی ممنون. مرسی. نکته همینه که هستیم برای هم، برای همین میگم من هیچ کدوم از آدم های زندگی ما حذف نمی کنم، چون هر کسی اومد یه چیزی به من داد، یه چیزی به هم آموزش داد، حالا میتونه نکته خیلی مثبت باشه، ممکن نکته منفی باشه، اونی هم که خودش منو هول داد و انداخت زمین، ولی حداقل یادگیری برای من داشت و بقیه کمکم کردن باشه. و من یه اصطلاحی رو دارم و الان که دارم میگم این اصطلاح رو دارم، یه هایی دارم فکر میکنم که خب اوکی از یونگ فام گرفتم، تا به حال بهش فکر نکرده بودم، ولی میگم که آدم هایی که آینه رو برای من نگه داشتن تا خودم باشم، میدونی، چون توی اون آینه من میتونم خودم رو ببینم، حالا اگه بخش مثبت هست یا منفی هست، به هر حال من میتونم خودم رو ببینم توی این قسمت، میدونی. من تشویق نمیکنم، که من همیشه میگم خب ما قرار یاد بگیریم چه مثبت چه منفی رو، چه خوبه که من کسی باشم که میتونم اون بخش مثبته رو به تو نشون بدم، چرا کسی باشم که بخش منفیه رو بخوام نشون بدم. در نتیجه خب سعی کنیم که نقش خودمون رو به درستی ایفا بکنیم و اون نقش مثبته رو داشته باشیم و آینه رو نگه داریم برای هم. مهم اینه که هر کدوممون یک روزی، من الان که اصلا یادم نبود که با هم صحبت کردیم، ولی چون من این صحبت رو با خیلی از آدم ها داشتم که توی روانشناسی بودن، یک جمله رو همیشه میگم، تا میدونم که خودت میدونی، به قطعا به تو هم گفتم این رو، میدونم که خودت میدونی، ولی مرسی که گفتی، برای اینکه یه جاهایی ما لازم داریم به همون یادآوری بشه. و در واقع من اونجا آینه رو نگه داشتم که تو خودت رو ببینی و خودت رو زاویه دپش زدین تو خال. خیلی خوشحالم. همین الان بخوای به کودک درونتون یه چیز بگین، چی دارین بهش بگین؟ عاشقشم. میدونم که خیلی سختی ها کشیده، ولی میخوام بهش بگم که من اینجام، چیزی که معمولا میگم به من اینجام و من آینده تو هم و همه اینا میگذره. آره هیچ چیزی ثابت نیست. آره میگذره و الان جایی هستیم که میتونیم افتخار کنیم که هستیم با همه اون مسائلی که بود. آره. میدونی این خیلی نکته مهمیه که ما باور داشته باشیم و
فکر میکنم این ویزدمش حالا با سن و سال خیلی بیشتر میاد، چون شاله. توی سنهای پایین تر ما میخونیم و قبولش داریم، بیشتر تو سطح دانش ماست. ولی وقتی که میاد با تجربه قاطی میشه، یه آگاهیه، یه چیز تازه است، یه چیزیه که حسش میکنی، میدونی؟ جزی از برای همین آره، جزء از وجودمونه، هیچ چیزی ثابت نیست، همه چی میگذره، اون خوشحالیه میگذره، این ناراحتی هم میگذره، هیچ چیزی ثابت نیست. خیلی هم یه جمله شده که مثلا همه تکرارش کنن، کلیشه طور مثلا، ولی این واقعا نیز بگذرد. آره واقع. آره من یه آره انگشتر این نیز بگذرد داشتم یه دفعه که با یه بریکاپ بد داشتم تو ایران، رفته بودم تجریش با دوستم خریده بودم، بعد هر بار که یه مثلا سنگ گنده روش داشت، بعد هر بار که یه اتفاق، هنوزم که به حس چمشه یه چیز شده بود خیلی اصلا منو کشید پایین، بعد گفتم ساموز برو سراغ انگشتر قرونت. آره آره انداختمش هی میزم، بعد این سنگش هم لق تکون بخوره توش. صدای یادآوری میکنه این نیز بگذره. آره اگه ببین، این نیز بگذره از از ببخش کلمه سانسکریت اومده، آنیچا، توی بله ویپاسانا خیلی ازش، یعنی اصلا مطرح میشه و از بودیزم اومده، از روانشناسی بودایی اومده. ولی خب درکش خیلی مهمه دیگه. من یادم هر زمانی که بیکار میشدم فکر میکنم وای چرا الان چیکار کنم، بعد از مدتی که دائم بیکار شدم کار بعدی رو درست میکردم و دوباره خوب میشد و دوباره، من با خودم میگم اوکی، این بیکاری اینجا، چون من خیلی هم کار میکنم، بیکاری اینجا فرصتیه که بهت داده شده برای اینکه استراحت کنی، الان حالش رو ببر استراحت کن، اون که میدونی میاد. البته اقدام هم میکردم و دیگه ناراحت هم نمیکرد. اگر جایی رو عوض میکرد، اگر خونه ای رو عوض، اگر پولی کم میاد، اگر پولی سخته که خونه یه دفعه سخته دادنش، دفعه بعد میدونم که خب تو این شرایط نخواهم بود. برای همین دیگه کمتر چیزی ناراحتم میکنه یا برای مدت طولانی میمونه. یا از رفتن آدم ها اگر خیلی اذیت میشدم، الان خیلی راحت تره برام، برای اینکه میدونم دیگه چیزی برای یاد دادن به هم نداریم، شاید الان واقعا وقتشه که این جدایی اتفاق. خوبه این جمله شما، دیگه چیزی برای یاد دادن به هم نداریم. واو، درس میدیم به هم، یا خدا این درس میدیم به هم دائم میگه. ولی این خیلی خوب بود، یعنی بهتر بیشتر از این دیگه اون آینه رو نه نگران واقعا قربون شما، من نمیخوام تموم شد. آره، میدونی چیه قصه اینجاست که ماها فکر میکنیم همه چی ثابته، در حالی که نه واقعا، هم ما داریم گذر میکنیم، هم اینکه جهان داره گذر میکنه. همون جمله معروف اون فیلسوف که هیچ کسی دوبار در یک رودخونه شنا نمیکنه، میدونی، هم ما تغییر میکنیم، هم رودخونه در حال تغییر هست. در نتیجه فکر کنید از کلاس اول دبستان، نه از قبل از اون که به حتی مدرسه بریم، یا حتی به دنیا بیایم، آدم ها ای قرار بوده تو زندگی ما باشن، همینطور این هزاران یا میلیون ها آدم رو با خودمون آوردیم، نمیتونیم همه رو با خودمون بیاریم. یه موقعی به خودمون میاریم که اه اصلا فلانی، یه موقعی ما هر هفته هم دیگر میدیدیم، چی شد که نیست؟ اون اونجایی که هدفهای ما تغییر کرده، دایره ما تغییر کرده، از یک جایی به یک جایی دیگه رفتیم. یه دقیقا. جاهایی هم یه اتفاقایی میفته، مثل بریکاپی که گفتی. من یادم توی رابطه بودم که فکر میکنم اوه این بهترین رابطه است، در حالی که نه. و خیلی جالبه وقتی این آدم ها به دلیلی میرن، میگم برای من خیلی جوان تر بودم گریه میکردم. من یادم اولین بار این از دست دادن شدید رو با یه دوست خیلی صمیمیم تو بچگی تو مدرسه از دست دادم، که یه ما بعد از مدرسه که ما خیلی به هم سعی میشدیم، این رفت یه شهر دیگه. بعد من اینقدر گریه میکردم، اینقدر خیلی زیاد، یعنی اصلا عجیب و غریب، زندگی مختل شده بود. واقعیت اینه که الان اسمش رو یادم نیست، آفرین. میدونی، ولی حالا اون مال اون موقع. ولی بعد الان میبینم خب این رابطه ای که تموم شده چه خوب، چون دو تا آدم مختلف بودیم و دو تا مسیر مختلف، یک جایی اون رفت مسیر خودش، من رفتم مسیر خودم. حالا این میتونه تو رابطه عاشقانه باشه، میتونه توی کار باشه، دوستی باشه. میتونه توی دوستی باشه. بله ببخشید من الان و گفتید وقتی به هم میزنم بریک اپ، من خندیدم یاد خودم افتادم که چقدر برای آره بریک اپ ها خودسوزی میکردم. آره آره مال چیز دیگه هم سن نستی که انگار تجربه هه. حالا سن که نه واقعا عدد نه،
کدوم لحظه زندگی شماست که یه دوست داری اگه میتونستی بی بی دی با بی دی بو کجاستین؟ بیا مثلا این چوب سیندرلا بی بی دی با بی دی بو اون لحظه رو همون جوری دوباره براتون بازسازی کنیم. بیا یه لحظه باز دوباره رفت یعنی زدم آره خیلی رفتی و جنسی سفر کردی. ماجرا در بردم بیرون. آره لا 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 چه سوالای آره به خدا تو البته اجزام رو بهم داده و دیگه در مورد خودم میخوایی بپرسی. این هم یکی از درسایی بود که گرفتم، فکر نمی کنم بهش، چون تنها جاییه که فکر می کنم اگه بود عوضش می کردم. برای همین میدونم که کجا بود، منتها برام سخته که بگم. من داشتم، پدر من خیلی خوشحال می شد که من این کار عجب غریب براش می کردم، مثلا اگر این غذا می پختم، یا من عزیزم خیلی خیاطی رو دوست دارم، یعنی هنوزم اگر وقتش رو داشتم دوست داشتم این کارو بکنم. بعد اون موقع ها یه دونه جلیقه دورو بود، شروع کردم به دوختن برای پدرم که سورپرایزش کنم. بعد این وسط کاری پیش اومد که بعد میرفتم مسافرت و ضمناً تیکه آخر همه کارش رو انجام داده بودم، فقط زیپش بود که پیدا نمی کردم. گفتم خب میرم سفر، میام بعد، و رفتم سفر و پدرم رو کشتم. آه عزیز دل I'm so sorry واقعا متاسفم. آره بعد خیلی بامزه هست، همین گفتم میدونم کجا. تا سالها اونو نگه داشته بودم، بعد دلم رفت، همیشه فکر میکنم کاش نشونش داده بودم. قرار بود سورپرایز باشه. حتی اگه تموم شد نشدهش رو میدید خیلی خوشحال میشه. مردم برات عزیزم. خدا نکنه، من نمیدونم بعد از این چجوری با هم کار کنم. سول این بازی همه از سوالا دلار چی آوردی میپرسی؟ خدا. همه رو باید بریزم دور. نه آره خوبه خوبه آخه جاهایی رو داری دست میزنی که خیلی. آره خوشحالم البته. دیگه الان خواهش میکنم منو به عنوان کسی که آینه چپکی گرفته حس نکنی از زندگیتون. آقا یه سوال دیگه میپرسم، پر استفاده ترین اپلیکیشن گوشی شما کدومه؟ دن درن 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 آره واقعا فکر میکنم میتونم دوتا رو بگم. خب ولی اگه واقعی بخوام، یعنی کلا واقعی بخوام به جواب بدم، خب اپلیکیشن بانکمه، چون باید دائم چک کنم. اینجا میدونی که دائم چک میکنی که پول اضافه کم نکرده باشن، نمیدونم ورنشته باشن، اتفاقی نیفتاده باشه و اینها، برای همین دائم من هر روز چک میکنم. ولی اگه اینو بذارم کنار که خب بحث امنیتش هست، یکی دیگه قسمت ورزششه که مالیتون. چک میکنم که مطمئن باشم که مثلا به کدوم هدف ها رسیدم. خب حالا اینم اگه بذاریم کنار که بخش سلامته، یکی از جاهایی که خیلی استفاده میکنم پادکسته. پادکست های مختلف رو گوش میکنم، منتها نه اونقدر، چون ترجیح میدم تو پیاده روی یا توی هایکم سکوت داشته باشم، ولی گهگداری که لازمه این کارو میکنم. ببخشید این تایمای من همه روی 50 دقیقه زیر هستش. آره ولی نه وقت دارم، اوکی هستش. در نتیجه بله این اون قسمتیه که زیاد استفاده میکنم. منتها اگر روی مثلا چیزای اجتماعی بگیم، چون با عزیزانم توی کشورهای دیگه روی واتساپ در تماس هستم، اونو میتونم بگم که هستش، منتها همیشه خب نیستش، فقط زمانی که میخوام این تماس رو بگیرم. ببین چقدر جالبه که تمام اپلیکیشن ها که شما گفتی، من اصلا اینو با این سوال با اون نیت نپرسیدم، ولی الان دارم فکر کنم همشون تقریبا همشون 20 سال پیش وجود خارجی هم نداشت. هیچ کدوم. چقدر روند زندگیمون عوض شده. آره قدیما خب رادیو بودش که این کارو میکرد، نه؟ بله درست. آره ولی مثل کاری که مثلا الان من دارم میگم با پادکست میکنم، آدم ها رادیو هنوز هم میبینم خیلی ها رادیو گوش من میکنم. خیلی از شما متشکرم که اومدی، واقعا عذرخواهی میکنم که باعث اشک ریختن شما شدم، اصلا تصور
قضیه اینقدر ایموشنال بشه. آره میدونم، میفهمم، ولی خب دیگه خیلی آدم ها فرق متوجه میکنی. بودن عمق زندگی شما خیلی زیاده. خیلی جاهام وقتی که داشتین صحبت میکردی یعنی قشنگ احساس کردم تنم موره موره الانه که اصلا یعنی خیلی ارتباط دادم. مرسی که این زمان رو گذاشتی اومدین، چقدرم زود گذاشت. مرسی، خیلی قشنگی. من دو تا چیز بزرگ یاد گرفتم، یکی بانک، هیچی، یکی اینه که یه جاهایی که اون حضور در لحظه، من وقتی میرم پیاده روی یا ورزش کنم حتما یه چیزی گوش میدم، یعنی همش سعی میکنم، یا مثلا آشپزی. بعد با خودم فکر کردم که چطوره که خب تو هم بذاری مثلا روزی نیم ساعتشو در لحظه باشی هست. دقیقا، آره خیلی موافقم، و به خصوص که یه روزایی، مثلا یه روز که برای من خیلی جالب بود، یه نمه خیلی کمی میومد و من داشتم چیزی رو گوش میکردم، رفتم برگشتم، یه جایی هستش که رو به یک دره مانندیه و تمامش پر سبزه و درخت و این هاست و من دقیقا لبه اینجا هستم. اینجا همیشه وای میستم نگاه میکنم و هر صدایم هست قطع میکنم. اون روز که قطع کردم، در لحظه صدای اون قطرهای بارون رو روی اون برگای خشک میشنیدم و اینقدر زیبا بود و همین الان هم دوباره همون صدا میاد برام. اینقدر زیبا بود که همون لحظه خاموش کردم و گوشیامو در آوردم. هم چقدر حیف من اینو از دست دادم که این صدای خیلی خوب رو. در نتیجه آره این کار رو بکنیم، ولی در کنارش میخوام یه چیزی رو بگم، اینکه زندگی خیلی سرعتش زیاده. برای من همیشه این کار رو میکنم که یه جاهایی در طی مثلا هایکم اگر 4 ساعته 5 ساعته میرم کوهنوردی، اون رو یه تایم مثلا نیم ساعتش رو اقلا میذارم، اگه تنها باشم که عمدتا تنها هم که هیچی، اگه نه تایم نیم ساعتش رو میذارم برای اینکه واقعا در سکوت باشم و فقط نگاه میکنم و سعی میکنم همه چیز رو جذب کنم، لحظه لحظهش رو. و وقتی که این کارو میکنیم، یعنی انگار سرعت تغییر میکنه یهویی و شما میتونید حتی تکون خوردن این علف ها رو ببینید، یا زنبوره رو ببینید که میاد رد میشه و صداش رو بشنوید، یا حرکت ابر رو ببینید، یا تعداد نمیدونم پرندهایی که رو آسمون هستن. در لحظه بودن این کار رو میکنه. و از خودم یه سوالی میکنم، من میخوام چه چیزی رو با خودم از این پیاده روی، از این کوهنوردی ببرم؟ و اون وقت یه چیزی رو میذارم برای خودم، برای اون روزم یا اون هفتم، مثلا سبکبالی، مثلا اقتدار، مثلا آرامش، مثلا زیبایی، هر چیزی که از اون چیزی که از اون فضا تو اونجا بودن به من داده میشه، یعنی برام میاد اون لحظه حضور بده، اونو با خودم میارم و سعی میکنم که توی اون هفته یا اون روز اون رو تمرین کنم و پرکتیس کنم، یعنی تو اون فضا باشم. در نتیجه یه چیز اضافه است، چون من یک عهدی رو با خودم دارم، چیزی رو به طبیعت اضافه نکنم، از طبیعتم نیارم. این هستش. حالا ممکنه یه موقع یه چیزایی خیلی خاص باشن برای من که بخوام بیارم. بذار بهت نشون بدم این رو. اینه، بذار این تایی بگیرم که ببینیدش. شاخه درخته. چقدر؟ آره. و شبیه چیه؟ من دم تست رو شاخ باتون انجام بدم. شبیه این شبیه یه پرندهی که بالاشو باز کرده. دقیقاً. دقیقاً. و این برای من خیلی شبیه، البته اینجاها یه چیزای اضافه تر داشت که چون همیشه جلوی ماشینم بود برش داشتم. این اولین باری که من تازه اومدم مهاجرت کردم که برای همیشه امریکا باشم و رفتم، این رو دیدم و این رو با خودم آوردم و دارمش. این برای من یه ققنوسه. قشنگ. آره آره من نمیم چه جوری بگیرم که شما بتونید قشنگ کامل ببینید. آره من قشنگ قشنگ یه داشتم فکر میگم آره برام گفتم. آره آره این برای من اینه و برای من این نماد و نشونه این بود که مهم نیست که چند بار بخورم زن، مهم نیست که چقدر بسوزم، بازم میتونم باشم. وای وای و این در شروع اومدنم بود. در نتیجه چیزایی که پیغامای اینجوری دارن رو نگه میدارم، ولی تعهدم به خودم اینه که از طبیعت نه چیزی رو بیارم، چون این یکی از چیزای سرخپوستی هستش که به طبیعت هیچ چیزی جز جای پاتون به جا نذاریم. قشنگ. آره و هیچ چیزی هم با خودتون نرین، چون هر چی هست مال طبیعت هست. اینو من قانون کردم برای خودم، در نتیجه وقتی میام حسی که اونجا هست با خودم،
که فکر میکنم تمرین خوبی باشه برای هممون که داشته باشیم. مرسی که اینو شیر کرد، خیلی خوب بود. اوف چقدر چیز یاد گرفتم. یک دنیا ممنون و به امید مرسی از دیدار تو. زود. مرسی از این وقت ارزشمند، واقعا از صمیم قلب قلبم سپاسگزارم که این وقت رو دادیم به من. متشکرم، قربونت بشم، خیلی ممنونم از تو. مرسی و از همه اونایی که بعد از این خواهند شنید. مرسی ازت. مرسی. به من خبر بده. قربونت تو. مرسی. بای. خدا حافظ.